سلام به همراهان همیشگی روزنامه سرخابی. امشب دوشنبه 3 آبان ماه در 277مین شماره خبرهای داغ فوتبال ایران طی 24 ساعت گذشته رو با هم مرور می‌کنیم. خرید جدید شاه فرهاد جواب داد. تلسم شکنی استقلال با دبل یامگا. تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن و استقلال در دیداری حساس از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در استادیوم فولادشهر اصفهان به مساف هم رفتند. ذوبی‌ها که بعد از کسب پیروزی روحیه بخش در دیدار هفته نخست برابر صنعت نفت به دنبال استفاده از شرایط میزبانی و کسب پیروزی مقابل میهمانشون بودند، استقلالی رو پیش روی خودشون می‌دیدند که به چیزی جز دستیابی به دومین پیروزی متوالی فصل و طلسم شکنی 6 ساله در این خصوص نمی‌اندیشید. دوئلی که در نهایت با پیروزی 2-0 آبی‌های پایتخت به پایان رسید. هر دو گل استقلال رو در این مسابقه کوین یامگا، ستاره خارجی و تازه وارد استقلال، وارد دروازه نماینده اصفهان کرد. ضمن اینکه دبل کوین یامگا در این جدال به طلسم ناکامی استقلالی‌ها در کسب پیروزی مقابل ذوب‌آهن از سال 1395 تا کنون خاتمه داد. آبی پوشان با این پیروزی 6 امتیازی شدند و در کنار سپاهان و گلگهر به صدر جدول تکیه زدند. ذوب‌آهن هم با همون 3 امتیاز در رده 8 قرار گرفت. استعفای مهاجری از هدایت پدیده، میثاقیان سرمربی جدید. مشکلات تیم فوتبال پدیده تمومی نداره و حالا بعد از عدم همراهی بازیکنان این تیم در سفر به رفسنجان و لغو دیدار این تیم با مس، رضا مهاجری سرمربی تیم هم از سمت خود استعفا داده تا بعد از این چهره‌ای جدید روی نیمکت پدیده بشینه. ماجرا از این قراره که بازیکنان پدیده امروز برای چندمین بار به محل تمرین تیمشون رفتند، اما به دلیل عدم پرداخت مطالباتشون حاضر به انجام تمرین نشدند. در ادامه مهاجری از سید مهدی سید صالحی که به عنوان مدیر تیم فوتبال پدیده انتخاب شده و نماینده مدیریت باشگاه در تیم، مطالبات بازیکنان را پیگیری کرد که صحبت‌های اونها منجر به درگیری لفظی و اعلام استعفای مهاجری شد. بعد از این اتفاق فردی به نمایندگی از فرهاد حمیداوی مالک باشگاه با اکبر میثاقیان برای قبول هدایت پدیده تماس گرفت و در نتیجه همین گفتگو دقایقی پیش حضور میثاقیان روی نیمکت تیم مشهدی به صورت رسمی اعلام شد تا این چهره سرمربی جدید پدیده نام بگیره. شهریار جواب منتقدانش را داد. زندگی مرفه حق من است. علی دایی بهترین گلزن ملی فوتبال ایران و آسیا و دومین گلزن برتر جهان که به تازگی رکوردش توسط کریستیانو رونالدو شکسته شده، طی یک گفتگوی اختصاصی با خبر ورزشی به نکات جالبی در خصوص حواشی زندگیش اشاره کرد و گفت: دلم میسوزه که درباره من قضاوت میشه. یکی نوشته بود علی دایی در پنت‌هاوس 1400 متری و 2000 متری زندگی میکنه. اول باید بگم با این همه زحمتی که کشیدم باید از یک زندگی مرفه برخوردار باشم، چون فکر میکنم حق منه، اما در پنت‌هاوس زندگی نمیکنم. خونه من 418 متره. اگه میخواستم جور دیگه ای زندگی کنم شاید 20 واحد برج 20 طبقه داشتم، اما همیشه دوست دارم سالم زندگی کنم، چون سالم زندگی کردن من آینده بچم رو تضمین میکنه. من به چیزهایی اعتقاد دارم که شاید بعضی ها به من بخندند. خدا رو شکر میکنم که تا الان 1 ریال مال حروم سر سفرم نیومده. دنبال سوء استفاده نبودم و دوست ندارم در این سن اشتباه کنم. شهریار در ادامه در خصوص ویدیویی که از مادرش برای کمک به زندانیان منتشر شده هم گفت: مادر یک چیزی گفتند که بار مسئولیت من رو خیلی سنگین کرد. من از همه مردم ایران عذرخواهی میکنم. من یک نفر آدم هستم با دارایی محدود. درخواست‌ها از من اونقدر زیاده که اگه تمام زندگیم رو بفروشم بیش از 2 روز نمیتونم به درخواست‌ها جواب بدم. افشای پشت پرده تمدید قرارداد فرهاد با استقلال مشروط به شرط نتیجه. وبسایت جام جم مدعی شد که قرارداد جدید فرهاد مجیدی با باشگاه استقلال به صورت مشروط بسته شده.
طبق ادعای این رسانه، فرهاد و استقلال قرار نیست تحت هر شرایطی به همکاریشون با یکدیگر ادامه بدن، چرا که یکی از بندهای قرارداد جدید بر این موضوع تاکید داره که مجیدی تنها در صورت کسب نتایج مطلوب تا پایان مدت قرارداد در اردوگاه آبی خواهد موند. در واقع مصطفی آجرلو مدیر عامل جدید آبی پوشان با شرط کسب نتیجه فرهاد رو حفظ خواهد کرد و در غیر این صورت قرارداد مجیدی به صورت خودکار فسخ میشه. ستاره سابق استون ویلا در یک قدمی اردوگاه آبی. سرمربی تیم فوتبال پانتولیکوس یونان به صورت رسمی اعلام کرد که رودی ژستد به زودی لباس باشگاه استقلال رو خواهد پوشید. یانیس آناستیو در بخشی از کنفرانس خبری خود بعد از بازی روز گذشته برابر آریس سالونیکا در پاسخ به این سوال که چرا اجازه جدایی را به رودی ژستد داده پاسخ داد، پیوستن به استقلال خواسته ژستد بود. اون اصرار داشت و میخواست بره. از لحظه ای که این پیشنهاد رسید، ژستد به انتقال خود به ایران و استقلال فکر میکرد. نگه داشتن اون در تیم بدون توجه به خواسته های بازیکن بسیار دشواره. حمله غیر منتظره استقلالی ها به نوید کیا. محرم نوید کیا در گفتگویی که طی روزهای گذشته انجام داده حرفای جالبی مطرح کرده و البته کنایه‌ای هم به استقلال زده. سرمربی زرد پوشان نصف جهان در صحبتهاش گفت درست نیست بعضی از تیمها همیشه از شرایط گلایه دارند و مینالند. این تیم‌ها مدام نسبت به همه چیز معترضند و ناکامیشون رو گردن بقیه میندازند. بعد می‌بینیم همین تیم‌ها در نقل و انتقالات هزینه زیادی می‌کنند و کلی بازیکن داخلی و خارجی می‌خرند. این حرف‌های سرمربی سپاهان باعث شد تا هواداران آبی پوشان تهرانی در فضای مجازی به شدت از نوید کیا گله کنند و او را مورد انتقاد قرار بدهند. حمایت ضمنی وریا از توییت جنجالی طارمی. وریا غفوری طی یک مصاحبه در مورد آخرین شرایط فوتبال ایران صحبت کرد و به صورت ضمنی از توییت انتقادی مهدی طارمی نسبت به دراگان اسکوچیچ حمایت کرد. کاپیتان استقلال در همین خصوص گفت آقای طارمی بازیکن بزرگیه و حالا خیلی از شرایط رو خودشون دارن میبینند. نمیخوام درباره توییت ایشون اظهار نظر کنم، ولی حتما چیزی بوده و یا لازم بوده که ایشون صحبت کردند. قهرمان سری آ مشتری جدید آزمون. در شرایطی که طی روزهای گذشته اخباری درباره جدی شدن احتمال انتقال سردار آزمون به لیون در نقل و انتقالات زمستانی مطرح شده، حالا گفته میشه که قهرمان فصل گذشته سری آ هم مهاجم زنیت سنت پترزبورگ رو میخواد. سایت چمپیونات روسیه از قول سایت ایتالیای اینترلایف مدعی شده که کادر فنی باشگاه اینتر میلان با وجود رضایت از عملکرد ادین ژکو به دلیل نگرانی از شرایط سنی این بازیکن به همکاری با مهاجم ایرانی زنیت میاندیشد. خطر حذف از لیگ برتر در انتظار پدیده. طبق آیین‌نامه برگزاری مسابقات، چنانچه تیمی در دو بازی به صورت متوالی یا متناوب به صورت غیر موجه از حضور در زمین بازی خودداری کنه، از جدول بازی‌ها کنار گذاشته میشه و به دو دست پایین‌تر سقوط خواهد کرد. این خطریه که پدیده در صورت عدم حضور در جدال با نفت مسجد سلیمان با اون دست به گریبان خواهد شد. خطری که بعید راه فراری از اون وجود داشته باشه. آخرین بار این اتفاق برای تیم اتکای گلستان در دسته اول رخ داد، جایی که این تیم به دلیل غیبت در دو بازی از دور برگشت لیگ یک از جدول بازی‌ها کنار گذاشته شد و در ادامه تکاپوی مدیران این تیم برای بازگشت به جدول بازی‌ها بیفایده موند. بیانیه تند و آتشین فدراسیون علیه اتهامات. فدراسیون فوتبال ایران در خصوص حواشی ایجاد شده پیرامون پروژه VAR بیانیه‌ای صادر کرد. در مهمترین بخش‌های این بیانیه آمده است:
انعقاد قرارداد فدراسیون فوتبال با یک شرکت اسرائیلی یک اتهام واهی است، زیرا تا زمان صدور و انتشار این بیانیه هیچ مقام و مرجع رسمی و قانونی نظارتی ادعای اسرائیلی بودن آن شرکت و مدیران و سهامداران آن را تایید نکرده. همچنین اتهام انعقاد قرارداد اجاره فدراسیون با شرکت سیمپلی لایف بر اساس ارتباطات رانتی و متضمن کسب منفعت سالیانه چند ده میلیارد تومانی برای نماینده آن شرکت کاملا مردود و مغرضانه است. برد پرگل تراکتور در شب پیروزی میهمانها. در ادامه بازی‌های هفته دوم لیگ برتر ایران، تراکتور با 3 گل از سد میهمانش صنعت نفت آبادان گذشت و با کسب اولین 3 امتیاز فصل به رده هفتم جدول رده بندی صعود کرد. طلایی پوشان هم کماکان بدون امتیاز قرنشین لیگ هستند. در دیگر دیدار این هفته، گلگهر سیرجان با 1 گل فجر رو شکست داد تا با 6 امتیاز در کنار سپاهان و استقلال جزو صدرنشینان فعلی لیگ 21 لقب بگیره. فجر با این شکست بدون امتیاز باقی موند و در رده 13 جدول ایستاد. پیکان هم در دربی کوچک تهران با 2 گل از سد میزبان خود هوادار گذشت تا با 4 امتیاز به رده 4 جدول تکیه بزنه.